دکتر بابک هم همونطور که گفتیم کنار ما هستن. قرار هست که در مورد مثلث قربانی و تاثیر مخربش توی زندگیمون برامون صحبت بکنن. خیلی خوش اومدین. مرسی عزیزم. میدونید چقدر از من میخوان که در مورد این مسئله زیاد صحبت کنیم. برای اینکه این تئوری تئوریه که خیلی تو فرهنگ ما مخصوصا جا نیفتاده و ما خودمون آگاه نیستیم از تخریب این مثلث. پس آگاهیش و بعد شناخت تخریباش خیلی ضروریه، چون زندگی ما رو تغییر میده، واقعا رو تک تک ما تأثیر میذاره، نه رو شخصیت خودمون بلکه رو شخصیت خانوادهمون و رفتار با خانوادهمون و بعد سر کار و جامعه و همه جا تأثیر گذاره. برای اینکه یک انسان قربانی همیشه دلش بر خودش میسوزه. معنیش چیه انسان قربانی؟ یعنی من بدبخت بیچاره همیشه از پس خودم نمیتونم بر بیام، من ناتوانم، من بی ارزم، یکی دیگه باید بکشه این ناتوانی منو، یعنی جورشو بکشه و بیاد همیشه منو کمک کنه، رسکیو کنه منو. و این ما توی خانواده هامون خیلی زیادی نقشو یا خودمون هستیم یا تو خانواده هامون خیلی زیادی نقشو دیدیم که یه نفر اون بالا قربانیه و بعد در کنارش یه آزاردهنده رو میبینیم. من فرستادم اگر اکثر رو داشته باشیم بعد نیست که قشنگ متوجه بشیم اون آزاردهنده خیلی وقتا خودش قربانیه است. معمولاً دو تا نقشن توی این مثلث قربانی، اما بعضی وقتا سه نقش بازی میکنن، یعنی سه نفر بازی میکنن، بعضی وقتا دو نفر این سه نقش رو بازی میکنن. و جالب اینجا اینه که این نقش مخصوصاً قربانیه و آزاردهنده قابل تغییره. حتی ناجیه بعضی وقتا آزاردهنده میشه. حالا توضیح میدم معنیش چیه. یعنی این سه تا شخصیت ممکنه توش تو تک تک ما باشه، مثل اون تضادهای درونی، ولی خودمون ازش آگاه نیستیم. یعنی ناجیه معمولا آدم قربانیه رو که گفتم، آزاردهنده هم که همش دوست داره آزار بده، چون اونم احساس قربانی بودن میکنه. صدای من نمیشنوی، به حرفم گوش نمیدی، عصبانیم کردی، تقصیر تو بود که من عصبانی کردی، پس منم حق دارم که تو رو آزار بدم. از این ور ما یه ناجیه داریم که دائما باید مواظب باشه، که تو بچه‌ها خیلی وقتا مثلا اگه 3 تا 4 تا بچه تو اون خونه هست یا بیشتر، یکیشون اون نقش ناجیه رو بازی میکنه. از همه مهربون‌تره، از همه آروم‌تره، پیس و آرامش رو میخواد بیاره، همه رو میخواد راضی نگه داره، یعنی همون جریان مهرطلب است، که این خیلی خطرناکه. اگر ما با کودکمون این چنین کنیم، فردا بیچاره شده اون کودک، برای اینکه اون کودک بزرگ شده اما از درون خالی خالی و ترسوه. معمولا ناجیا خیلی توانا نیستن، که اصلا نیستن، ولی نقش توانا رو بازی میکنن، مخصوصا اگه از کودکی این آسیب خورده باشن، دائما فکر میکنن وظیفه شونه که ناجی باشن. از حق خودشون معمولا میگذرن و باید مراقب دیگران باشن، مراقب آزاردهنده، مراقب اون که قربانی و دلش هم بس برای خودش میسوزه و گیماشون هم که معمولا قربانیه، گریه میکنه، قهر میکنه، گریه میکنه، نفرین میکنه. مخصوصا تو فرهنگ ما استاد نفرین کردن هستن. به همین دلیل تن بچه همیشه باید بلرزه تو کودکیش و این نقشو. مثلا من یکی از مراجعینم میگفتش که توی سمینار، که از سمینارهای کانادا، میگفت دو تا بچه دارم، یه بچه 4 ساله، پسر 4 ساله و دختر 6-7 ساله. دختر 6-7 سالش انقدر ناجیه تو این سن، انقدر ناجیه که حتی تو اون کشور معلما براش گریه کردن که چقدر این خوبه، در صورتی که من ترسیدم چرا این بچه 7 ساله باید کودکی نکنه. میگه برادر کوچیکش قلدری میکنه، همه چی رو ازش میگیره و این فوراً دلش میسوزه، برای همه دلش میسوزه، میشینه گریه میکنه برای همه. و این دل منو به قول افغانها جگرخون کرد، به خاطر اینکه فرهنگ ما مظلوم پروره و ظالم پروره. دختر رو مظلومه میکنه، پسر رو قلدر میکنه. و تو این نقش میبینیم که پسر 4 ساله چجور داره قلدری میکنه و براش دست میزنن و اون داره یاد میگیره. و بابا هم معمولا دیدی که بارکلا مرد پسرم، آفرین، که بعضی وقتا مامان نادان این کارو میکنه، بارکلا بارکلا. یه بچه قلدر تحویل میدیم، از اون ور یه بچه مظلوم تحویل میدیم که بعد ناجی همدیگه باشه، ناجی دیگران باشه. معمولا ناجی ضعیفه ولی نقش توانا رو بازی میکنه، اما میرسه به یه جایی که ناجی هم خسته میشه. ناجی میرسه به جایی که حالا متوجه میشه که چقدر قربانی بوده.
و حالا ممکنه که نقش ناجیش بره تو قربانیه، توی آزاردهنده. من مثلا اینو بپرسم، این که میشه یه موقع هم قربانی بود هم ناجی بود؟ دقیقاً الان متوجه شد. یعنی وقتی من گیوینگ زیاد دارم، دائما در خدمتت بودم، همه کار برات کردم، بعد میبینم بیچشم روی میکنی و اونجوری که منم تقدیر نمیکنی، عصبانی میشم، شروع میکنم ناخودآگاه از اون نقش دیگه خسته میشم، از اون نقش میام بیرون، نقش آزاردهنده رو در کنار قربانی بازی میکنم، برای اینکه دارم احساس قربانی بودن میکنم. من قربانیم برای اینکه تو تقدیرم نکردی، پس حالا حقتی که آزارت بدم. یارو قربانیم که استاد گریه است، استاد قهر، گیلت میده، احساس گناه میده دائما، و شروع میکنه با احساس گناه دادن بیشتر به همین ناجیه که حالا آزاردهنده شده. یعنی ببین چجوری ما دور این دایره اسارت باید بچرخیم و بچرخیم. بعد که بزرگ میشیم تو محیط کارمون هم همینطوریم، از پس همکارمون برنمیایم، از پس مدیرمون برنمیایم، دائما نگرانیم که الان مدیرمون داره زورگویی میکنه، معلم زورگویی میکنه، ناظم زورگویی، تو هر موقعیتی میبینیم، یا ازدواج میکنیم همسر زورگویی، حالا چه آقا باشه چه خانم باشه، همسر داره زورگویی میکنه. یعنی ما دوباره باید برگردیم تو نقش ناجی بودنمون. مثلا یه کیس دیگه من داشتم که این آقای پرونده کوچولو برداشته بود از خانواده خانوم، دائما تو سر خانوم میزد به صورت خیلی شدید خودشیفته جل در ملای عام که تو برادر زندگی ما رو به هم زد، برادر زندگی ما رو به هم زد، برادر. یعنی کرده بود 10 سال فقط یک سناریو. الان شما نگاه کنین، و اون آقا دائما فکر میکرد که قربانیه، در صورتی که شدیداً به خانومش که قربانیش کرد، قربانی خانومش قربانی بود از کودکی، چون اصلا نمیتونست حرف بزنه. ولی آقایی که صحبت میکرد اینجوری دقیقا آزاردهنده بود، ولی اصلا خودشو آزاردهنده نمیدید. یعنی هرچی من تلاش میکردم متوجهش بکنم با این مثلث قربانی، میگفت اصلا من قربانیم. در صورت که تو صحبت کردنش، طرز صحبت کردنش، تحقیر کردنش، تهدید کرد، دقیقا علنا و عملا تهدید میکرد خانمشو، علنا و عملا تحقیرش میکرد، ولی میگم من که آزاردهنده نیست، من ناجیم، من کار میکنم، زندگی میچرخونم. ولی خب اینجا الان همسرش به عنوان قربانی اون شخص مظلومه، اگر یکی مقابلش قرار بگیره که مثل خودش باشه چه اتفاقی میفته؟ خیلی فرق میکنه، خیلی تغییر میکنه. اتفاقا چه سوال خوبی کردی آقا، دقیقا همین مسئله قربانی بودن خانوم عصبانیش میکرد و حرفش در این مورد درست بود، برای اینکه خانوم با نقش، با موندن تو قربانی بودن هرس میداد، داغونش میکرد، و نه فقط قربانی، بی ارزه بودن. و بعد تو صحبت ها متوجه شدیم که خانوم 5 تا کوالیفیکیشن، 5-6 تا زبان به زبان مادری بلده و چقدر قدرت داره که بره سر کار و زندگیش رو شکل بده و از نظر مالی تامین بشن هر دوتا و خانواده، ولی انقدر مظلوم شده بود، انقدر قربانی شده بود و انقدر این تحقیرش کرده بود، اعتماد به نفس نداشت خانم. و آقا عصبانی بود که تو چرا اعتماد به نفس نداری؟ تو چرا برای چه اعتماد به نفس نداری؟ ازش گرفته بود دیگه همه رو. در صورت که اصلا متوجه نبود. من بهش میگفتم پارت بزرگش رو خانواده کودکی گرفته ازش. اما تمام این 15-16 سال تو گرفتی. مگه نمیخوای قوی شه؟ مگه نمیخوای بره سر کار؟ خب پس کمکش کن، انقدر تحقیرش نکن. ولی اصلا نمیشنید. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه دلش نمیخواست اون قوی شه. من میخوام یکی باشه که تو سرش بزنم. یک انسان خودشیفته دوست داره مظلوم داشته باشه، دوست داره ضعیف و حقیر داشته باشه، تا پرونده داشته باشه بتونه تو سر طرف بزنه. اون جریان خودشیفته یادتونه، من قول میدم در مورد خودشیفته بیشتر صحبت کنم، چون خیلی مردم میخوان در مورد خودشیفته بیشتر صحبت کنیم. پس این دایره رو باید یاد بگیریم. حالا سعی میکنم هفته آینده در مورد چگونه از این مثلث بیایم بیرون، چون در این مورد صحبت نکردیم، چجوری از این 3 تا ضلع بیایم بیرون صحبت کنیم هفته آینده. نظرتون چیه؟ من موضوع میخواستم بدم دیگه، من حرف نمیزنم. لطفاً هفته دیگه یادداشت کن. اولین موضوع میگیم، بعد میریم سراغ موضوع داره. خیلی میخوام بپرسم راجع به بچه‌ها، که معمولا میگن که بچه اول یه جوره، خصوصیتش دوم یه جوره، سوم یه جوره. عالیه، چون تو این مثلث نشون میدیم اون 3 تا بچه رو که داری میگی. آها. لطفاً یادت نره. پس عالی. مثلا خیلی خوبیه. آره حتما. خیلی. مرسی، ممنون. اینم از من تو